گروه طالبان از زمان تسلط دوباره در افغانستان طی 3 سال اخیر صدها تن از نظامیان پیشین و غیر نظامیان را به بهانه‌های مختلف بازداشت، شکنجه و به قتل رسانده است. بر اساس آمار یک رسانه داخلی، تنها در ماه جاری میلادی بیش از 80 تن بازداشت و حدود 40 نفر دیگر اعدام شدند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده، توجه فرمایید. گروه طالبان علی‌رغم وعده‌های خود مبنی بر عفو عمومی، همچنان به دستگیری پرسنل نظامی سابق و غیر نظامیان ادامه می‌دهند. در سپتامبر 2024 آنها حدود 80 نفر را در 18 استان دستگیر و بیش از 25 نفر را در 13 استان اعدام کردند. قربانیان شامل پرسنل نظامی سابق و غیر نظامیانی بودند که به جرایم مختلف متهم شدند. طالبان افرادی را که به دلیل انتشار محتوای انتقادی، وابستگی به جبهه‌های ضد طالبان، تراشیدن ریش‌های خود بازداشت کردند. این ارقام بر اساس گزارش‌های یک رسانه داخلی حاکی از آن است که به دلیل سرکوب و سانسور گسترده ممکن است تعداد واقعی اعدام‌ها و زندانی‌ها بیشتر باشد. در تازه‌ترین مورد رهبر این گروه نیز تایید کرده که شماری از زندانیان در زندان‌های این گروه کشته شدند. هفته گذشته طالبان 6 نفر را در استان تخار تیرباران کردند و اجساد آنان را در بازاری در مرکز شهرستان بهارک به نمایش گذاشتند. منابع محلی گزارش دادند که طالبان اجساد را به مدت چند ساعت در بازار بهارک برای چند ساعت در معرض دید عموم گذاشتند. از زمان تسلط طالبان کشتارهای غیرقانونی، سریالی و مرموز افزایش یافته است. در رابطه با این حوادث، منابع و نزدیکان قربانیان اغلب طالبان را متهم می‌کنند، اگرچه این گروه معمولاً گروه‌های مسلح ناشناس را مقصر می‌داند و در این حال ادعا می‌کند که آنها امنیت سراسری را برقرار کردند. این در حالی است که 2 هفته قبل 14 نفر از شیعیان هزاره در مرز میان استان دایکندی و غور به شهادت رسیدند. مسئولیت این حمله را گروه سنی‌های تندروی داعش بر عهده گرفت. علاوه بر نیروهای امنیتی سابق، طالبان غیر نظامیان و کارمندان سابق دولت را نیز به اتهامات مختلف بازداشت کرده است. در 1 ماه گذشته آنها حدود 65 نفر را به دلایل مختلف از ادعای همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان گرفته تا تراشیدن ریش، درگیری با کوچی‌ها، انتشار مطالب طنز و انتقاد از طالبان بازداشت کردند. بسیاری از بازداشت شدگان مجبور به اعتراف شدند. همراه هستیم با آقای عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای حفیظ، با توجه به گزارش‌های متعدد درباره اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده توسط طالبان، آیا جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می‌توانند اقدامات مؤثرتری برای جلوگیری از این خشونت‌ها انجام دهند؟ باز سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمام همکارا و بیننده و شنونده های شما. متاسفانه که وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است و نظامیان در این 3 سال گذشته اولین و اصلی ترین قربانی ظلم های طالب است، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان. متاسفانه نظامی ها بسیار دچار مشکل است. داخل افغانستان طالبا دشمن اصلی خود نظامی های سابق را میدانه که با در مقابلشان جنگیده و متاسفانه در کشورهای همسایه ایران و پاکستان که اینا مهاجر شدن، اکثریتشان مورد تعقیب و مورد پیگرد قرار گرفتن و دوباره به داخل افغانستان ردمر شدن و ما شاهدی از این هستیم که در سر مرزهای ایران و پاکستان اینها دستگیر شدن و شکنجه شدن و بعدش. بله، سپاس از شما عنایت‌الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا.